پر انرژی و پر افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم تا لحظه آخر برنامه رو همچنان همراهی بکنید و تشکر میکنم از این نگاه های مهربان که قرار هست تا پایان برنامه با ما باشه. میریم با هم اسکریپت امروزی رو مرور میکنیم تا ببینیم موضوع امروزی از چه قرار هست. امروز شنبه هفتم میزان مصادف است با 29 سپتامبر. موضوع برنامه ما صحتمندی قلب هست. مهمان گرانقدر داریم، دکتر صاحب جمشید رضایی که خوشبختانه در استودیو با خود ما داریم. شماره تماس برنامه 020-2511-560 هست. بخش های برنامه شامل صحبت مجری و مهمان میشه، کلیپ روز جهانی قلب، حدیثی داریم در همین موضوع، مصاحبه تلفنی، در پایان هم کلیپ پرورش گل و گیاه. این بخش هایی است که قرار تقدیم شما عزیزان بشه. اما موضوعی که انتخاب کردیم بحث صحتمندی قلب هست. امروز مصادف است با روز جهانی قلب، ما هم به پاس گرامی داشت از امروز موضوعی که انتخاب کردیم متناسب هست با همین موضوع، با همین روز جهانی. انشالله با همین موضوع در خدمت شما هستیم. اگر سوال و نظری دارین، شماره تماس برنامه زیرنویس تلویزیون های شما هست، میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. عرض سلام دارم خدمت شما دکتر صاحب رضایی، خیلی خوش آمدید. منم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم و روز جهانی قلبم به تمام هموطنان و به خصوص دکتر صاحب قلبی تبریک میگم. زنده و سلامت باشه. ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم، خرسند هستیم که در امروز در خدمت شما هستیم. موضوعی که انتخاب کردیم دکتر صاحب بس صحتمندی قلب هست. قبل از همه اگر یک صحبت های ابتدایی داشته باشیم در خصوص اهمیت و کارکرد قلب. بله، در طول با قلب باید بگویم که با توجه به اینکه ما در سالهای قبل یا در دههای قبلی ما بیشتر مرگ و میرهایی که در ارتباط با جامعه اتفاق میافتاد، بیشتر جنگ ها بود، بیشتر بیماری های انتانی یا عفونت ها بود که باعث مرگ و میر میشد. بله. ولی متاسفانه در چند دهه اخیر است که بیشتر مرگ و میر در افراد به خصوص در سنین فعالیت که آدمایی که فعال هستن مثلا 40 سال به بالا بیشتر به علت بیماری قلبی اتفاق بله. میفته و این خطرش هست. الله خوشبختانه چیزی که ما داریم ایست که این بیماری ها قابل پیشگیری هستن، قابل درمان هستن. و پیام امروزی ما این خواهد بود که انشاءالله چطور بتونه هموطنان عزیز ما برای پیشگیری از بیماری قلبی فعالیت ها و کارهایی داشته باشن که بتونن صحتمندی خوبی داشته باشن. بسیار خوب. یک موضوع اشاره کردین، گفتین که امروزه یعنی بیشتر علت های مرگ و میر مشکلات قلبی هست، اما در گذشته این گونه نبودن. چرا این قسمی هست دکتر صاحب؟ ببینید شما اگر تاریخ بشریت ما نگاه کنیم، ببینیم در سالهای به حساب در چند دههای قبلی که وجود داشت بیشتر مرگ و میر یا بدت جنگ ها بود که افراد مثلا در بدت جنگ ها یعنی مورتالیتی بیشتر یا ریت بالا را جنگ ها به خاطر تعلق میداد و البته جنگ های اخیر کشور خود ما را نمیم در سطح دنیا این بحث میکنیم و بعد از اینکه جنگ ها آرام شد و مقدار صلح در کره زمین به حساب پایدار شد، بعد از این بیماری های انتانی رشد کردند و بیماری انتانی بودند که علت مرگ و میرهای متاسفانه دست جمعی می شدند اون زمان که بعد از پیشرفت علم و توجه به طرف بیماری های انتانی و درمان بیماری ها خوشبختانه بیماری های انتانی هم در کنترل تقریبا در آمد و بعد از این شد که چون سن افزایش پیدا کرد، یعنی امید به زندگی بیشتر شد. وقتی هرچی در یک جامعه امید به زندگی بیشتر میشه، بیماری قلبی خود بیشتر میشه. بله. بیایم روی موضوع خود ما، بحث صحتمندی قلب. از دید شما چه راههایی برای مراقبت و حفاظت بیشتر از قلب وجود داره؟ با توجه به اینکه همه به این باور هستن که تغذیه امروزی ما یک تغذیه ناسالم هست، با توجه به مصرف سرخ کردنی هایی که وجود داره، روغنی که ما استفاده میکنیم، همه به این باور هستن که مشکلات قلبی حتی در دوران جوانی هم شیوع پیدا کرده. از دید شما چه راههایی برای مراقبت از قلب و صحتمندی قلب وجود داره؟ ببینین سوال خوبه است. از اینکه ما چطور اول بفهمیم که چطور بیماری قلبی به وجود میاد و چه عامل خطر هست که اینا رو تشدید میکنه. ببینید همینطور خودتان گفتین در سن جوانی گفتین ما به خصوص رسوب چربی ها رو در رگ های قلب، در رگ های تمام شریان بدن، حالا ما چون بحث ما قلبی است از بحث قلب صحبت میکنیم، حتی میگن که در افرادی که در سن 20 سالگی حالا به هر دلیل فوت کردن، اینا وقتی کالبدشگافی شدن دیدن که مثلا رسوب چربی ها در رگای قلبشون وجود داشته. پس بنان این دلیل نیست که ما بیایم پیشگیری های بیماری قلبی رو ما زمانی که مصاب به بیماری شدیم او زمان ما بیایم دنبالش بگردیم. یعنی به این معنی که ما باید زودتر از موعد پیش از اینکه ما مصاب به بیماری قلبی شویم، باید ما دنبال پیشگیری از بیماری قلبی باشیم. بسیار خوب. در ضمن
عوامل خطری که به حساب پیش میاد باید برای لحاظی که ما بیم از کنترل بر رژیم غذایی داشته باشیم، باید عوامل خطر که به خصوص عوامل خطر مثل مثلا دیابت هست، عوامل خطر مثل هایپرتنشن یا فشار خون بالا هست، عوامل خطر دیگه مثل مثلا چربی خون بالا، دخانیات یا سیگارت یا قلیان که استفاده میشه و افزایش وزن، اینا از جمله چیزهایی است که به حساب میتونیم اینا رو کنترل بکنیم، که شاید لازم باشه که جدا جدا در موردشون صحبت کنیم. بسیار خوب. بس مشکلات قلبی به جنسیت هم ارتباط داره که مثلا میگم بیشتر شیوع پیدا میکنه بین مردان و یا خانم ها یا نه؟ ببینین در کل بیماری قلبی در آقایان بیشتر هست، این در مردها بیشتر هست، به خاطر حالا شاید یکی از عواملش این باشه که در خانم ها با توجه به هورمون پروژسترون که هست که اینا یک پروتکتیو از برای خودشون، معمولا بیماری قلبی در آقایان در سنین پایین‌تر اتفاق میفته، این یک دهه کمتر. مثلا اگر در حساب کنیم ما عامل خطر سنی که ما رنج قرار میتیم برای آقایان در سن 40 سالگی، ولی در خانم ها با 50 سال و بالا ما میگیم عامل خطر بیماری قلبی درشون افزایش پیدا میکنه. به می دلیل جنسیت بله به تاثیر نیست، یعنی جنسیت و سن هر دو نقش داره در این موضوع. بله. یکی از علت ها یا عوامل خطر که شاید بحث افزایش وزن بود، میشه در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم؟ ببینید شما اگر ما بیم تک تک درباره عوامل خطر که بسا برای بیماری قلبی ما در نظر بگیریم، همونطور که پیشتر یاد کردم که در سالهای اخیر حوادث و حملات قلبی زیاد شده، در یک دلالش همی است که ما بحث رژیم غذایی است. شما اگر در سالهای قبل در نظر بگیرین، ما غذای کافی در کلا در سطح کره زمین غذای کافی وجود نداشت که مردم استفاده بکنه و بحث رفاه، همینطور که خوشبختانه در سالهای اخیر هم از لحاظ تغذیه‌ای برای مردم رفاه ایجاد شده و همین که دفعه در زندگی مثلا قبلا استفاده از وسایل مثل بایسکل بود که بیشتر استفاده میشد، یایی که پیاده روی میکردن، موتر کمتر بود، کمتر از موتر استفاده میشد، اینا از جمله عوامل هستن که اخیرا باعث افزایش وزن شده. میتونه که شما میگین مثلا در جامعه ما متاسفانه میبینید که اکثرا از وسایل نقلیه استفاده میکنن که مثلا مثل موتر اینا، که خود از این باعث هست. بله بله، به خاطر رفاه خود جامعه است. وقتی استفاده میکنیم خب ناخواسته ما فعالیت ورزشی نداریم، فعالیت بدنی نداریم، وقتی فعالیت بدنی نداشته باشیم غذایی که ما میخوریم این غذا ذخیره میشه در بدن ما، مصرف نمیشه، وقتی که مصرف نشد از طرف دیگه ما اول چیزی که پیدا میکنیم افزایش وزن است، بعد دنبال از اینکه افزایش وزن پیدا میکنیم خب چربی خون ما میره بالا، چربی خون رفت بالا میم، فشار خون میره بالا، فشار خون همینطور عامل خطر دیگه که به مثل دیابت هست یا شکر، این هم افزایش پیدا میکنه. پس ببینید عوامل مختلف هست که باعث افزایش ریت یا ریسک بیماری قلبی میشه. بله. یک بیماری دیگه ای که خودم با یه واژه خیلی آشنا هستم میگن که قلبشان دچار چربی شدن. آیا همچین چیزی، همچین بیماری ما داریم و علت بیماری چی میتونه باشه که قلب دچار چربی شد؟ بحث چربی این نیست که به حساب ما بگیم که قلب دچار چربیش تغییر در خود سلولای قلب آمده باشند. وقتی افزایش خود چربی در خون ما شما باشه، همین رقم ذخیره چربی در کل اعضای بدن داریم. در تمام اعضای بدن ما ذخیره چربی داریم که میتونم یک لایه در روی خود لایه خارجی از قلب رسوب چربی خود داشتیم. بله. ولی بحث اصلیه که به حساب عوامل خطر که برای قلب ایجاد میشه، اون رسوب چربی است که در داخل شریان‌های قلبی اتفاق میفته. این هست که باعث عوامل سکته قلبی میشه. بحث بزرگ شدن قلب چی؟ بحث بزرگ شدن قلب بحث جداگانه است، یعنی به دنبال از اینکه ما اگر به هر دلیلی که انسداد یا بستگی در شریان قلبی ایجاد شود، یعنی عوامل مثل سکته‌های قلبی ایجاد شود یا بعضی بیماری‌هایی که مثلا بیماری‌های ویروسی از گاه‌گاهی که قلب مصاب می‌کنه، یعنی با اینکه رگ قلب سالم هست ولی خود سلول عضله قلب مصاب به او بیماری میشه و ضعف ایجاد می‌کنه برای قلب و آیسا آیسا چون ضعفی که ایجاد میشه قلب کلان میشه، یا بعضی به شکل نادر هم داره موارده که مثلا بعضی خانم‌ها هستن که بعد از بارداریشون دچار یک نفس تنگی میشن، علامت دار میشن و اینا دچار یک بزرگ شدن قلب میشن. قلب خب خوشبختانه در بعد از بارداری این قابل درمان است و بسیار جواب خوب به درمان میده، ولی بعضی موارد مثل مایوکاردیت که از جمله عوامل بیماری های هست، اینا خودش هم میتونه باعث آسیب به قلب شود و قلب کلان کنه. پس یکی از عوامل بزرگ شدن قلب خود به حساب بیماری عضلات قلب هست که ایجاد میشه و یکی هم به حساب ناشی از بندش در شریان های قلبی. بله. افزایش وزن، بعض چربی خون یا فشار خون، بزرگ شدن قلب یقینا در کارکرد قلب یک اختلال ایجاد میکنه. یک اختلال در کارکرد قلب ممکنه چه مشکلاتی را برای بیمار ایجاد بکنه؟
ببینید شما اگر ما جدا جدا بحث کنیم، مثلا آدمی از سر دیابت یا مرض قند یا شکر شروع میکنیم، شکر از جمله بیماریایی است که میان اینا در رگهای ریز قلب، یعنی رگهای ریزی که در قلب خون رسانی میکنه یا رسوب پیدا میکنه. وقتی رسوب شکر یا به حساب قند ما در گلوکوز در سطح سلول های قلبی داشته باشیم، اینا باعث تخریب لایه های داخلی سلول قلب میشه. وقتی لایه هایی که در جریان خون به خون رسانی میکنه بر قلب اینجا آسیب دیدن، اینجا هست که کم کم اینا باعث چی میشن، ایجاد میشه یک فضایی که چربی رسوب کنه. چربی که رسوب کرد خودش باعث تنگ شدن شریان قلب میشه. وقتی جریان خون در مسیری که خون قلب نیاز داره برای خون رسانی، خودش یک خون رسانی است که قلب وظیفه‌ش است که میاد به سبب برای اعضای بدن خون رسانی میکنه، یکی برای خود عضله قلب خون رسانی میکنه. اینجاست که ببینید شما خون رسانی در خود عضلات قلب کاهش پیدا میکنه. همینطوره که در دیابت گفتیم در فشار خون همی هست. فشار خون بالا هم خودش باعث اینکه اول افزایش زخامت قلب میشه. افرادی که فشار خون بالا دارن، این افزایش زخامت قلب خودش باعث به حساب بیماری قلبی میشه. همون کلان شدن قلب که گفتیم، شاید در مراحل اول افزایش زخامت داشتیم، در مراحل بعدی کلان شدن قلب خود داریم و در ادامه هم خود فشار خون میتونه که امی آسیب های لایه های اندوتلیال، لایه هایی که خون جریان پیدا میکنه در رگای قلب، این آسیب بزنه. خوشحالیم از این همراهی شما خوبان. در خصوص صحتمندی قلب صحبت میکردیم. دکتر صاحب جمشید رضایی رو با خودمون داریم، متخصص امراض قلبی هستن و انشالله از صحبتشون بیشتر استفاده میکنیم. دکتر صاحب رضایی، با تشکر از صحبت قبلیتان، در خصوص تاریخچه بیماری های قلبی در افغانستان صحبت بکنیم. به نظر شما شایع ترین بیماری های قلبی در افغانستان کدام بیماری ها هست؟ بر اساس بیماری قلبی که در افغانستان وجود داره، خب سنین متفاوت است. اگر ما از سنین به حساب طفولیت در نظر بگیریم، در سنین طفولیت بیشتر امراض قلبی مادرزادی هست که حالا در عوام بیشتر به نام سوراخ‌های قلبی مشهور هست. بیشتر علتش بیماری مادرزادی قلبی هست در لحاظ ساختاری، ولی در سنین بالاتر که مثلا 40 سال و 50 سال و بالاتر ما میبینیم، بیشتر مصاب بودن بیماری های به حساب سکته های قلبی یا بیماری هایی است که مربوط به شریان قلب میشه. یعنی شریان قلب خون رسانی میکنه، بیشتر منشأ اینا هست. و در کنار از این هم بیماری های والوولار یا بیماری هایی که مربوط به وال ها یا دریچه های قلبی میشه، این از جمله بیماری های قلبی که شایع هست. ولی در قسمت تاریخچه بیماری قلبی، خب بیماری قلبی در تمام جوامع وجود داره. اگر ما بیایم بیشتر روی تشخیص و درمان بیماری قلبی صحبت کنیم در افغانستان، ما تقریبا از سال 2006 یا 2007 بگیم که بیماری قلبی در جراحی های بیماری قلبی در افغانستان شروع شد، که شروعی از این هم اول جراحی قلب در اطفال بود که چون هم تعداد زیاد بود و همی که حمایت های بیرونی که انجام میشه در ارتباط با بیماری اطفال، چون خب اطفال قشر از جامعه ما هستن متاسفانه حمایت ندارن، و حمایت هایی که انجام شد بیماری جراحی قلب از سال 2006 یا 2007 تقریبا شروع شد و بدنبال از هم همینطور رشد کرد و جراحی قلب در افراد بزرگسال شروع شد، که نیم چی وال قلب بود که تبدیل میشد به علت بیماری روماتیسم قلبی، چی سکته قلبی بود که ایجاد بله. شده بود و باعث بندش رگای قلب شده بود. تقریبا اینا هم جراحیاش ادامه پیدا کرد که خوشبختانه امروزه چندین مرکز در خود افغانستان داره فعالیت میکنه در ارتباط با بیماری قلبی، جراحی قلب. ولی در قسمت آنژیوگرافی یا آنژیوپلاستی یا به حساب روش های غیر جراحی که ما میتونیم به حساب بیماری قلبی را نجات بدیم افراد، تقریبا اینا از سال 2009 کارش در افغانستان شروع کرده و تا امروز ادامه داره. باز هم چندین مرکز هست در افغانستان که آنژیوگرافی یا آنژیوپلاستی میشه، که افرادی که به مصاب به بیماری قلبی هستن، اینا از طریق آنژیوگرافی اگر مثلا بندش رگ وجود داشته باشه، میتونن از طریق حالا اسپرنگ یا آموفنر یا استنت که اسم علمیش هست برایشان آنژیوپلاستی انجام میشه و از این بیماری مهلک نجات پیدا میکنن. در کنار از این، اخیراً بیماری قلبی اطفال هم، همین سوراخ‌های قلبی که تا حالا از طریق عملیات مثلا قفس سینه رو باز میکردن یا اوپن هارت سرجری میگن انجام میشد برشون، اخیراً خوشبختانه در مرکز ما این بیماری های قلبی رو از طریق انترونشن که از طریق رگ پا هست میریم، اطفال سوراخ‌های قلبشون بسته میشه، که خب این هم نوید خوبی هست برای هموطنان ما و برای جامعه طبی خود افغانستان
که در این رابطه خوشبختانه پیشرفت های خوبی بوده که تا در حال حاضر هم انجام میشه و انتظار داریم که انشاءالله در سالهای آینده بتانیم بیشتر از این و کیس های متعددتر را بتانیم از طریق غیر جراحی این سوراخ های قلب بستش. بسیار خوب انشاءالله. داخل پرانتز یک موضوع رو اشاره کنیم، بس سوراخ قلب در افغانستان فکر می‌کنم خیلی شایع هست، ما در بین اطفال خیلی میشنویم از طریق رسانه ها، علت این موضوع چی است؟ آیا از باب سهل‌انگاری مادران اتفاق میفته یا نه علت های دیگه میتونه این موضوع نقش داشته باشه؟ ببینین سوراخ های قلب ایتون نیست که ما بگیم که در افغانستان زیاد است. در افغانستان سوراخ های قلب یک مقدار بیشتر در سالهای اخیر تشخیص داده شد، یعنی پیش از این اگر ما چون وسیله که مثل اکوکاردیوگرافی بود نبود در افغانستان، اکثرا تشخیص داده میشد یا نمیشد. به هر حال اطفال شاید به دلایل مختلف مثلا به علت سرماخوردگی یا یک ریزش عفونت تنفسی فوت میکرد، ولی تشخیص داده نمیشد که آیا واقعا علتش هم عفونت تنفسی است یا نه، یا منشأ مثلا مثل بیماری قلبی داره که حالا یک عفونت تنفسی هم تانسته باعث مرگ یک طفل شود. خوشبختانه حالا اکوکاردیوگرافی از سالهای اخیر که در افغانستان آمد و دکتر صاحبای ما در رابطه کار میکنند بیشتر تشخیص داده میشه و والدین هم توجه میکنند و خوشبختانه هم رسانه ها و هم به حساب وزارت صحت عامه و حتی سرمیاشت که بیشتر متولی از این کار هستند، اینا توجه بیشتر میکنند و حمایت میکنند، خصوص از لازم مالی حمایت میکنند، بیشتر تشخیص داده میشه. ولی که ما بگیم نه در افغانستان زیاد هست، نه این چیز این رنج هست، بله رنج هست که در تمام دنیا وجود داره، منتها فقط زیاد بودنش باعث که از ما او تعداد بیمارانی که باید سالهای قبل تشخیص داده میشد، مثلا 10 سال قبل 15 سال قبل تشخیص داده میشد، اینا یک دفعه تشخیص داده شده به خود یک رنج کلان را ما داریم. ولی اگر همینطور که پیش میره خوشبختانه زودتر تشخیص داده شود و زودتر عملیات شود و زودتر درمان شوند، این رنج هم مثل همه کشورهای دیگه هست. ولی خب به اینکه به حساب در ایجادش چی ها نقش داره، حالا مثلا بگیم آلودگی هوا هست، استرس های والدین هست، استفاده از بعض دواها هست که در زمان بارداری مادرها متاسفانه ناآگاهانه استفاده میکنن، یعنی متوجه نیستن که فاز حمل دارن اینا استفاده میکنن، خب اینا هم بی‌نقص بی تاثیر نیستن. بله، یکی از موضوعاتی که اشاره کردن در افغانستان یعنی شاید ترین امراض قلبی هست بس سکته های قلبی هست. آیا در سکته های قلبی استراب و استرس هم میتونه نقش داشته باشه؟ ببینین به خصوص در یکی دو دهه اخیر که ما میبینیم، انتظار ما همیشه ای بود که بر اساس مطالعاتی که در دنیا انجام شده که بیماران قلبی به خصوص در آقایان در سن 40 سال به بالا باید بیشتر دیده شود، ولی متاسفانه در کشور ما بیشتر میبینیم که بیماری قلبی حتی در سنین کمتر از 30 سال هم ما داشتیم که بله. افراد جوان بودن که بعدن بالای استراب یا استرس دچار سکته قلبی شدن. بی تاثیر نیست، حتما تاثیر داره، به خاطر از اینکه ما این در سن 29 سال یا 30 سال درست از عامل خطر وجود داره، ولی عامل خطر معمولا 40 سال و 50 سال به بالاست که بیشتر او به خود نشان میده، ولی در سن پایین بیشتر همی استراب ها استرس هایی که به شکل ناگهانی ایجاد میشه برای افراد و حتی آلودگی هوا یکی از چیزهایی است که واقعا بی تاثیر نیست. بله، یک مسئله است بیشتر فکر میکنم بین جوانان شایع است، بحث تیر کشیدن قلب یا تپش های بیش از حد، ای که احساس میکنن قلبشان دچار گرفتگی شده، اینها همه ناشی از بیماری های قلبی هست یا یک احساس دیگه میتونه باشه؟ ببینید در قسمت تکان های قلب یک حالت هست که یک نوع بیماری هست که نه عاملش بیماری قلبی هست که تکان های قلب ایجاد میشه، یک مدل دیگه شی نیست که حساب تکان قلب باشه که احساس هست که فرد ایجاد میشه برش، یعنی ضربان قلب یک مقدار قوی تر پمپاژ میکنه و این احساس میکنه که دچار تکان قلب شده. او عواملی که به حساب خودش منشی قلبی داره و تکان قلب ایجاد میکنه، خوب زمانی است که بسیار ضربان قلب بالا حتی با ریت مثلا 150 یا 160 یا تا 170 تا در یک دقیقه ضربان قلب داریم و این دچار به حساب ضعف، بیحالی، سرچرخی و کاهش فشار خون در افراد میشه. ولی تکانهای قلبی که به شکل پراکنده هستند که در سینه جوان اتفاق میفته و وقتی هم گراف گرفته میشه از اینا، میبینیم که این علت خاصی نداره و فرد فقط یک احساس داره از تکانهای قلب، خب اینا معمولا به علت استراب اینا هست که ایجاد میشه. همین موضوع که اشاره کردم، آیا میتونه یک عامل خطری باشه به اینکه این فرد مبتلا بشه به بیماری های قلبی؟ یکی از چه راه یک فرد میتونه تشخیص بده دچار مشکل قلبی هست و باید حتما مراجعه بکنه از دکتر صاحبا؟ خب ببینید اگر تکانه های قلب، همونطور گفتم که اگر علتش بیماری قلبی باشه که باعث تکانه های قلب میشه، که ما بیشتر به حساب ما اختلالات ریتمیک سوپراونتریکولار بهش میگیم که منشأش از دهلیزهای قلب هست، اگر او باشه بله اون میتونه، یعنی خود فرد تشخیص دادن میتونه
خب تکانای قلب قدر زیاد است که خود فرد احساس میکنه که میگه من در یک لحظه احساس میکنم که قلب مثلا در یک لحظه من خودش میگه بالای 120 مثلا ضربان قلب تکان داره و در کنار از این خود فرد دچار کاهش فشار خون میشه چون قلب فرصت پیدا نمیکنه که پمپاژ مناسب داشته باشه یک فشار خون پایین هم خواهد داشتیم سرچرخی خواهد داشت فرد اینا از عوامل هست که میتونه باشه ولی این که مثلا بگیم که گفتین که این عامل باعث خطر برای قلب میتونه باشه اگر کنترل نشه و درمان نشه بله ولی او تکانهای قلبی که براتون گفتیم منشی قلبی نداره فقط احساس هست که فرد داره برای تکان قلب نه اینا نمیتونه باعث مشکل قلبی شه از بین بیماری های قلبی که شما اشاره کردین کدام از بیماری ها میتونه کشنده باشه برای فرد یا اینکه هیچ کدامش یا همش خب ببینید سکته های قلبی دیگه متاسفانه از بیماری هایی است که فرصت کمتر میده به بیمار که اگر مراجعه نکنه به مراکز درمانی متاسفانه اینا عوامل خطر اساسی هست امروزه برای مرگ و میر که خصوص در این اواخر که مثلا ما آگاهی خوشبختانه در قسمت بیماری قلبی شده اکثر افراد مراجعه میکنن در مراکزی که به خصوص از لحاظ درمانی خدمات به حساب ما میگیم ترشیری یا خدمات تا ثانویه اینا انجام بشه مثلا آنژیوگرافی دارن آنژیوپلاستی دارن یا جراحی قلب داشته باشن در این مراکز وقتی مراجعه میکنن اینا معمولا درمان میشن خب بعضی افراد است که متاسفانه یا آگاهی ندارن یا نحوه دردشون متوجه نمیشن یا که واقعا درد احساس نیست برشان خب اینا عملات قلبی مرگبار میتونه باشن درمان قطعی برای بیماری های قلبی داریم ما درمان قطعی نداریم که ما بگیم درمان قطعی وجود داشته باشه ولی ما پیشگیری داریم یعنی اگر ما بیم پیشگیری از بیماری قلبی بکنیم شاید مهمترین رکن ما برای بیماری قلبی پیشگیری از بیماری قلبی است ما امروزه مثلا اگر شما ببینید همونطور گفتم در جهان در دو سه دهه اخیر بیماری قلبی افزایش زیاد پیدا کرد به خصوص در اگر بگیم 5 دهه شاید درست‌تر باشه ولی در کشورهای اروپایی یعنی جهان اول خوشبختانه تونستن با کنترل رژیم غذایی با کنترل ریس فاکتورها مثل فشار خون مثل دیابت مثل چربی خون مثل افزایش وزن و افزایش تحرک افزایش فعالیت اینا تونستن که در یکی دو دهه اخیر ریت بیماری های قلبی را کاهش بدن سهم. یعنی اون مقداری که اونا به حساب داشتند فیصدی هاشون در اون کاهش پیدا کرده و امروزه در و حتی احتمال میره که سالهای آینده هم با همین شرایطی که اینا پیش میرن بیماری قلبی در اونجا کنترل شه ولی در جامعه ما متاسفانه به علت عدم تحرک و به علت عدم رژیم غذایی کنترل مناسب و اینا رو به افزایش است ولی خب خوشبختانه اگر همینطوری که رسانه ها همیشه به کمک مردم میرسن و خود مردم هم آگاهی پیدا کنن انشالله ما بتانیم ما هم مثل کشورهای جهان اول به حساب رنج یا ریت بیماری قلبی که در حال افزایش است کاهش بدیم انشالله پس ورزش و تحرک هم میتونه تاثیر گذار باشه در صحتمندی قلب بله حتما ورزش کردن که ما گفتیم ما که عدم تحرک باعث افزایش فشار خون باعث افزایش وزن باعث افزایش چربی خون میشه همین رقم تحرک کردن هم باعث کاهش فشار خون باعث کاهش وزن باعث کاهش چربی خون میشه و از طرف به شکل غیر مستقیم قلب حمایت بسیار خوب یکی از عوامل دیگه که گفتین نقش در صحتمندی قلب بحث رژیم غذایی هست نظر شما در رژیم غذایی مردم افغانستان چی هست و چه توصیه‌ای دارین برای ایشون خب این رژیم غذایی متاسفانه ما هم حرف اولی که در صحبت داشتیم ما زمانی که مصاب به بیماری قلبی میشیم وقت ما شروع میکنیم به رژیم غذایی در حالی که ما پرهیز کردن باید از بسیار از سنین پایینتر باید شروع کنیم یعنی وقتی ما جوان هستیم اگر غذایی به حساب مصرف میکنیم کوشش کنیم که همه چیز متعادل باشه این نمیگه که ما چربی مصرف نکنیم یا شکر مصرف نکنیم مصرف همه چیز متعادل ما یک فیصدی داریم که چند فیصد مثلا در رژیم غذایی ما چربی باشه چند فیصد مثلا کربوهیدرات ها یا شکر باشه بله. و چند فیصد پروتئین باشه ما اگر این رژیم غذایی مناسب استفاده بکنیم با ورزش و فعالیت به راحتی میتونیم مانع از افزایش بیماری قلبی شیم بیننده برنامه روی خط زندگی هستین با موضوع صحتمندی قلب در روز جهانی قلب در خدمت شما هستیم صحبت های دکتر صیب رضایی رو با هم شنیدیم در خصوص اینکه از چه راههایی میتونیم صحتمندی قلب خودمون رو حفظ بکنیم موضوعات جالبی رو برای ما شرح کردن در واقع دو موضوع خیلی کلی بوده که بحث ورزش و تحرک که خیلی خوب هست در بین ما وجود داشته باشه با توجه به اینکه به این باور هستن که شیوع بیماری‌های قلبی در بین مردم ما روز به روز در حال افزایش است متاسفانه همین گونه است وقتی که خبر مرگ یکی از عزیزان خود ما رو میشنویم وقتی علت میپرسیم میگن اکثرا سکته های قلبی بوده حتی در سن های خیلی کم و بحث دوم بحث رژیم های غذایی هستش که خیلی باید متوجه تغذیه خود ما باشیم در این قسمت برنامه تماس تلفنی گرفتیم با جناب آقای سید نصرالله واعظی کارشناس امور دینی هستن میخوایم در خصوص جایگاه معنوی قلب
انشالله صحبت های شما رو بشنویم. عرض سلام داریم خدمت شما جناب آقای واعظی، وقت شما بخیر. سلام. علیکم السلام. ممنون باشم. زنده و سلامت باشین جناب آقای واعظی، در خدمت شما هستیم. موضوعی که امروز انتخاب کردیم بحث صحتمندی قلب هست. منتظر صحبت های شما هستیم در خصوص مفهوم قلب از دیدگاه اسلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر الناصر نمایون. با عرض ادب و ادب و احترام خدمت شما و همه کارمندان محترم شبکه سلامت باشید و همه شنوندگان بزرگواری که فعلا صدای ما را از طریق شبکه تلویزیون تمدن میشنوند. خدمت شما شاگرد، این موضوع بسیار سنگینی هست، نیازی به بحث مفصل و صحبت مفصل دارد، اما به طور گزارا و خلاصه من چند نکته را قابل ذکر میدانم. یک، اول اینه که مفهوم قلب از نظر اسلام در این رابطه دو سه جمله عرض میکنم. یک، اول اینکه قلب یا واژه قلب 100 مرتبه در قرآن کریم ذکر شده است. بله. و قلب را قلب گویند به جهت دیگرگونی که زیاد در او دیده می شود و در استعمال و یا بگیم در لغت عرب هم به معنای قلب سنوبری همو جسم و یا هم به معنای عقل و نفس مدرکه و روح و کار رفته است. این استعمال از بعض نظر علمی اگر وارد واژه‌های علمی موضوع شویم، مثلا استعمال لفظ مشترک است یا حقیقت مجاز نشی مشکل ندارد و در فارسی در کل با آن دل گفته می شود. این در قسمتی اصل واژه قلب. بله. اما اونچه که حالتهای معنوی که برای قلب پیش می آید یا حالتهایی که برای قلب از نظر اسلام گفته شده، اینا مهم است که اینا را فقط چند نکته یاد می کنم. اولین حالتی که برای قلب پیش می آید یا اولین کاربرد که قلب انجام می ده، قلب یکی از آثارش یا بگیم که از ویژگی هایش درکی ادراکات هست. ادراک است. ادراک فرق نمی کنه که ادراک از عام از حصولی و حضوری. ما در قرآن کریم داریم که اونجا خدای متعال موضوع را خبر داده، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. اینجا ببینید که خدای متعال مثلا نسبت عدم درد و عدم فهمیدن را به قلب میدهد. سلام هست که یکی از وظایف و آثار قلب ادراکات هست و همچنین یکی دیگری از حالتهای معنوی و وظایف قلب یا از آثار قلب بگیم حالتهای انفعالی و احساسات باطنی هست. باز میتونیم یکی از این احساسات مسئله ترس بگیم که ترس هم در قلب است. آیاتی از قرآن کریم باز اینجا داریم که نمیتونم همه رو مفصل ذکر بکنیم. و اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اینجا جمله وجلت یا به معنای میلرزد یا میترسد آمده، یعنی ترس در قلب انسان پیش میآید. و همچنین روح که در آیه دیگری از قرآن داریم که تنلقی فی قلوب الذین کفروا، روح ما در قلب کسانی که مثلا کفر شده اند، کفر ورزیدند، روح را ایجاد میکنه. بله. باز همون ترس. و همچنین حالت دیگری که برای قلب در گفته شده حالت استرابه، نگرانی، قلوب یوم اذن واجفه، یعنی واجفه و لغت واجفه در همه لغت نامه ها به معنای وحشت زده آمده. اینجا خب وحشت زده همون استراب هست که برای قلب پیش می آید. و همچنین اینا را فقط من یاد می کنم، حسرت هست و همچنین خشوع است برای قلب و همچنین غفلت، ایسم و اطمینان، ایمان، تقوا. ما در این قسمت آیات زیاد داریم، به همه این آیات نمیرسیم، فقط یک جای اشاره میکنیم که اونجا میخوانیم که الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشیم با یاد خدا قلب ها اطمینان پیدا میکنند. اینا حالت های قلب است. و همچنین بله، چیزی که زیادتر سر زبان ها هم شهرت داره، مسئله قساوت قلب و لینت قلب. این دو تا حالت متضاد، قساوت و لینت. قساوت همون سنگدلی یا سخت شدن قلب را گویند و همچنین لینت همون نرمیش و خشوع و نرمخویی را گویند. ما باز هم در این زمینه آیه از قرآن کریم داریم که خدای با وجود نازنین پیامبر اکرم شده است که خدای متعال و پیامبر فرمود و بما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیامبر ایم لطف و رحمت الهی است که تو نرم خو هستی، که نرم خویی را هم نسبت به قلب داده و اگر تو تون خو بودی
لنفذ من حولک، مردم از دوربرت فراغنده میشد. این آیه قرآن رو داریم و همچنین داریم که و ویل لقاسیت قلوبهم، پس وای بر کسانی که مثلا قلبشان قسی هست، یعنی غلیظ هست، یعنی سنگدل هست. اینا حالت های قلب است که موارد بیشتری هم هست که به دلیل کرمی وقت نمیتونیم با اونها بپردازیم. و نکته آخری که در سوال شما آمده است، مسئله چگونه ما قلب سالم داشته باشیم. در این قسمت فقط اشاره کوتاه داشته باشیم، انشاءالله وقت شاید وفا بکنه. اشاره کوتاه داشته باشیم، همونطوری که ذکر شد، قلب در اصطلاح قرآنی بر روح و عقل تفسیر شده است. پس قلب سالم بر روح پاک و سالمی گفته می شود که از هر گونه شیر، شک، فساد خالی باشد. وقتی که مثلا در این موضوعات در قلب نبود، با او قلب قلبی پاک گفته یا قلب سالم گفته می شود. و یا به تعبیر دیگر موازیتوری عرض بکنیم که ما قلب را می توانیم به دو شکل تقسیم بندی بکنیم. بله. یکی بگیم که قلب سلیم یا همو قلب سالم. قلب سالم قلبی هست که این مرضهای شک و شرک و فساد و اینا در او قلب دیده نشود. که البته در این زمینه روایتی هم داریم که مثلا دو نمونه را ما برای شما یاد میکنیم که ما حضرت علیه السلام فرمود است که القلب حرم الله، حرم الله، ولا تسکن حرم الله غیر الله. قلب جایگاه خدا هست، حرم خدای متعال هست. پس جانب این حرم خدا را کسی غیر از خدا را، در حرم خدا کسی غیر از خدا را جانب این به این معنا، یعنی قلب که جایگاه خدا باشد، جایگاه خدای متعال باشد، در این قلب شرک و فساد و شک نباشد، این قلب قلب سالم هست. و همچنین روایتی از پیامبر بزرگوار اسلام داریم که اون حضرت هم در رابطه فرموده است که اگر شیاطین بر قلبهای بنی آدم احاطه نداشته باشد، بنی آدم به ملکوت نگاه میکند. یعنی پس مسلم اینه که انسانی قلب دارای قلب سالم هست که قلبش از تعرض و از احاطه شیاطین خالی باشد، یعنی جایگاه برای شیاطین و شیاطین صفتان نباشد. و همچون روایتی از حضرت علی علیه السلام داریم که حضرت هم فرمود است که قلب مثل جسم انسان دارای حالتهای ششگانه هست، دارای حیات هست، دارای مرگ هست، دارای بیداری هست، خواب، سلامتی و مرض. خب قلب مریض همون قلب هست که در اون قلب قساوت هست، در اون قلب حسرت هست، در اون قلب استراب هست و در او قلب مرض های گوناگون را غفلت هست در او میبینیم. اما قلب سالم قلب است که این موضوعات نداشته باشه. که البته انشاءالله اگر وقتی برنامه ارفا بکنم، من یک روایت را هم باز در ارتباط همین قلب معذر دوستو عرض بکنم که حضرت امیر علیه السلام فرمود است حیا احی قلب که بالموعظه، یعنی زنده بگردانید قلبتان را و توسط موعظه، وقتی موعظه و نصیحت کسی بشنوه باعث زنده شدن قلب می شود. یا امارت القلوب به معاشرت ذوی العقول، یعنی ساختمان قلب ها و ساختن یک قلب توسط نشست و برخاست با صاحبان عقل است. چراغ عقل مثلا نور یقین هست. این روایت رو طولانی است، من می ترسیم که وقتی برنامه تمام شد و نتونم به اتمام برسانم. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای واعظی، از صحبتاتون استفاده کردیم. خیر باشید، موفق باشید. برای شما روز موفقیت داریم، خدا نگهدار.